و سلام میگم به تک تک برادر عزیز، مهمون عزیز و کسانی هم که از طریق یوتیوب با ما جاوز شدن. چند مدتی است که متوجه شدین که من در مورد چیزهای آینده صحبت میکنم، ابدیت صحبت میکنم، تقریبا یک فکر میگم یک ماه پیش بود که در مورد جهنم صحبت کردم و توضیح دادم چطور کتاب مقدس جهنم رو برای معرفی یا توضیح میده و چطور هدف خدا بود که میاد ما رو به وسیله عیسی مسیح به وسیله بخشش ما رو نجات بده از جهنم آزاد کنه و همینطورم هم هفته گذشته در مورد بهش صحبت کردم که بیشتر در مورد این دنیای جدید که خداوند خلق خواهد کرد خودش این دنیا رو دنیای جدید و همینطور هم متوجه شدیم که خدا همینطور هم این اورشلیم سماوی که خود بگیم پادشاهی خداش چطور از آسمون خواهد آمد در این دنیای جدید اونجا قرار خواهد گرفت و خدا بین آدمیان اونجا حکومت خواهد کرد امروز میخوام در یک بخش دیگه صحبت کنیم که ببینیم که ساکنان اورشلیم سماوی کی هستند شما، گفتیم که یک دنیای جدیدی از آسمانهای جدید و یک دنیای جدید این دنیا عزیزان طبق کتاب و مقدس یک روز از بین خواهد رفت و خدا همه چی رو تازه خواهد ساخت و این فکر جدید, جدید خدا نیست که الان خدا میخواد یک کار جدیدی انجام بده زمانی که ما به باغ عدن نگاه کنیم در پیدایش خدا فکر خدا و هدف خدا این بود که از اول که انسان رو خلق کرده در میان قوم خودش ساکن بشه و بتونیم مشارکت صمیمانه با, با او داشته باشیم در پیدایش باب یک باب یک باب یک و دو اونجا در موردش هم صحبت کرده آدم با هوا اونجا ملاقات با ایشان داشتن تا به حال آدم اونجا گناه کرد آدم و گناه کردن و از این از این مشارکت صمیمانه جدا شدن و همینطور هم اگر میخوایم فکر کنیم که چرا خدا اصلا فکرش اینه که زمانی که انسان رو به شباهت خودش خلق کرده با ایشان ملاقات داشته باشه ملاقات سمیمانه چون خدا محبته ما هر چیزایی که خدا عمل میکنه و هر نقشه هایی که میکشه راههایی باز میکنه و عملای انجام میده از این حیثیت محبت است این ریشه محبتشه که خدا همه کار را انجام میده و چون خدا محبت و محبت زمانی که ما میگیم خدا جاودانی از خدا هیچ مرگی در اونش وجود نداره ابدیه همینطور هم که کتاب مقدس که میگه که خدا محبت این محبت ابدیه و در این محبت حیاته و زمانی که انسان رو خلق کرده که بتونه این محبت رو منتقل کنه به انسان که ما بتونیم واقعا زندگی کنه من نه فقط زندگی بلکه لذت ببرین از حیات نه حیاتی که ما الان اینجا داریم بلکه خدا میخواد همون محبت خودش به ما منتقل کنه و با این مشارکتی که با هم داریم اینجاست که ما میتونیم بگیم واقعا با اون هدف خدا رسیدیم به این خاطر زمانی که خدا می که در در مکاشفه باب اصلا کلا تمام مکاشفه نوشته شده و قسمت 21 22 اونجا چطور خداوند همه چی رو دوباره خلق میکنه دیگه یک یک دنیای جدید که هیچ گناهی درونش نیست هیچ شیط... کار شیطانی درونش نیست بلکه عدالت واقعی قلبای پاک و اونجاست که خدا میاد به هدف خودش میرسه که بتونه با بشریت خودش با ما ملاقات داشته باشه مشارکت داشته باشه و با ما بتونیم از زندگی لذت ببریم برای این ما خرخ شدیم این حیاتی که الان در حال حاضر داریم این چیزایی هستن که موقتی میتونم بگم ما در راه هستیم که اون هدف اصلی خدا برسیم و زمانی که نگاه میکنیم می ببینیم که همون هم میگم خدا محبته و در این محبته که ما زیست میکنیم به این خاطر توضیح دادم جهنم یه مکانی هست که نبود خداست غیبت خداست یعنی هیچ عشقی در اونجا هیچ محبتی وجود نداره ظلمت غلیظ و کلا جدایی از تمام نعمت ها زیبایی خداست کسانی که میخوان در این قسمت بشنون، تقریبا فکر میکنم یک ماه پیش بود که در مورد جهنم صحبت کردن و خداوند هم اینطور گفتم که خدا جهنم رو برای انسان خلق نکرده بلکه برای شیطان خلق کرده انسان با اراده تصمیم خودش میره توی جهنم هیچ موقع توی کتاب مقدس ننوشته که خداوند میگه که انسان رو میندازه توی جهنم انسان خودش انتخاب میکنه و این راه جهنم رو برای انتخاب میکنه و آخرش هم اونجا جدایی از خدا تا عبد به این خاطر زمانی که اینو نگاه میکنیم میبینیم که عیسی مسیح زمانی که آمد در این دنیا میخوایم دوباره این قسمت رو بخونیم که واقعا با فکر خدا آشنا بشیم با آرزو خدا آشنا بشیم این یه فکری نبود که انسان داشت زمانی که در یوحنا به 14 یا دو و سه رو میخونیم اینجا میگه که عیسی مسیح قبل از اینکه به بره روی صلیب اونجا مصلوب بشه اونجا میگه که در خانه پدر من منزل بسیاری هست و منزل منظوری نیست که منظور مثل منزلهایی منزل که ما اینجا داریم مثلا 20 30 کوادرات متر یا منزل یعنی قصرای ترجمه دیگه هم که شده مثل قصرای هستن یه چیزای پرشکوه چون چیزی که الان خدا خانه هایی که خواهد ساخت خدا میسازه نه انسان متوجه هستیم؟ چیزهایی که الان ما خانه های میسازیم ما میسازیم فقط میخوام حال این خبر شادی رو به شما بدم خانه ای است که خدا ساخته برای تو و برای من الان میتونیم متوجه بشین چقدر پرشکو خواهد شد همین هفته گذاشتم در موردشم در مورد این سنگ ها صحبت کردم در این در این اورشلیم سماوی صحبت کردم چقدر پرشکو همه شهر پر از تلاس شفاف زیبایی کامل و میگه که به این خاطر عیسی مسیح به شاگردانش میگه در خانه پدر من منزل بسیار است در خانه پدر من منزل بسیار است و وگرنه به شما میگفت میگفتم میروم تا مکانی برای شما آماده کنم و آنکه آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم باز میآیم و شما رو نزد خود میبرم تا هر جایی که من هستم شما نیز باشید از آن این فکر انسان نیست فکر خداست من میخوام یک جای مکانی برای شما آماده کنم سازنده پدر منه و همه چی رو آماده کنم که یک روز بیام تو رو بیارم یه جایی که من هستم چون من حیات هستم من محبت هستم از این بتونین اونجا زندگی کنی لذت ببرین تا هر جایی که من هستم شما نیز باشید یه جای دیگه میگه که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما میروم پس اینجا از این چیز متوجه میشین که هدف آرزوی پدر آسمونی ما آمدن عیسی مسیح در این دنیا رفتن عیسی مسیح روی صلیب همه کارا رو انجام داد که در خانه‌ای که پدر ساخته یک روز عیسی بیاد و ما رو ببره که در خانه او اونجا ساکن باشیم یا زندگی کنیم و اینم تا عبدالاباد به این خاطر عزیزان هفته گذشتم صحبت کردم بدون بهش زندگی ما بیمانی هست. برای چی زندگی میکنم؟ به این خاطر در این زمانی که ما زندگی میکنیم عزیزان و هر چقدر الان روز به روز نزدیک میشیم به آمدن عیسی مسیح و اینجا باید یعنی آمدن یعنی آماده میشیم بریم به وطن خودمون. آماده بشیم آماده میشیم بریم به خانه بابا وطن یه جایی هست من فکر میکنم من فکر میکنم زمانی که اونجا قرار گرفتیم مثل اینکه که بگیم آه الان آمدم خانه این سالهایی که کشیدم این سالهایی که دردهایی کشیدم این فشارهایی بود در این دنیا الان به خانه رسیدم این تجربه رو کردی نه بعضی وقت که این خسته کوبیده میایین خونه در رو باز میکنی الان می میتون میافتین رو در میارین الان جایی قرار گرفتم که باید سی از, از ازل خدا برای من آماده کرده اونجا باشم الان تمام این دوران زندگی ما ما گذروندیم رفتیم با فشارا با طوفانای این دنیا الان رسیدم به خانه بابا به وطن من عزیزان به این خاطر در این زمان خدا میخواد این خوشحالی رو در قلب ما روشن کنه باز کنه که خوشحال باشیم یک روز همه چیز تمام خواهد شد و یک روز برمیگردیم به خانه پدرمون و هر زحمتی که ما در این دنیا میکشیم یک روز تمام خواهد شد و تمام چیزهایی که الان میخوایم این قسمت رو دوباره بخونیم که یادآوری کنم به این به این آینده ما که بعد از این صحبت خواهیم کرد در مورد ساکنان اورشلیم کیا هستن که در اورشلیم سماوی ساکن خواهند شد زندگی خواهند کرد آمین در مکاشفه باب 21 آیه 1 تا 4 رو میخونم سپس آسمون جدید و زمین جدید دیدم یوحنا میگه زیرا که آسمون اول و زمین اول سپری شده بودند و دیگه دریایی وجود نداشت و شهر مقدس سه اورشلیم رو اورشلیم جدید را دیدم که از آسمون از نزد خدا پای می آماده شده همچون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده باشد نمیدونم تصویر بکشین هفته گذاشتم این چیزارم به شما نشون داده اکسهایی برش ما آورده بودم و از تخت صدایی بلندی شنیدم که گفت اینک مسکن خدا با آدمیان هست و او با آنها ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود او هر اشکی را از چشمای آنها پاک خواهد کرد و دیگه مرگ نخواهد بود و تمام و تمام و ماتم و شیوان و درد وجود نخواهد داشت زیرا چیزهای اول سپری شدند این آینده ماست عزیزان که چند بار تکرار میکنه من با قوم خودم با بود ایشان با ما خواهند بود و دیگه دردی وجود نداره و همینطورم خوندیم که یک دنیایی هست یه دنیای جد، جدیدی هست که اونجا عدالت یعنی شخصیت و کیفیت عوض خواهد شد کلا فرق خواهد کرد پس اورشلیم نیست یک مکانی هست که تعدادی زندگی خواهند کرد همینطور همین دنیای جدید که هستن اونجا هم افرادی هستن که زندگی خواهند کرد الان امروز میخواهیم نگاه کنیم که توی اورشلیم کیا هستن که اونجا زندگی خواهند کرد یعنی اورشلیم نیست مسکونی مسکونی خواهد خواهد شد برای کی خیلی فقط خیلی مهم عزیزان چون ما در مورد یک بخشی صحبت می‌کنیم که هیچ کسی وارد اورشلیم نشده اینطوری هیچ کسی اونجا زندگی نکرده که بیاد اونجا به ما همه چی رو توضیح بده به این خاطر معلمان کتاب مقدس تفسیرهای مختلف دارن نمیخوام بگم الان چیزایی که الان من میگم 100 درصد من رفتم نگاه کردم دیدم الان آمدم اینجا توضیح میدم چیزایی هست که کتاب مقدس یا یعنی معلمین زیادی هستن که به یه نتیجه رسیدن فقط جایم شاید هم اونجا در این قسمت یه قسمتهایی میتونه اشتباه باشه فقط چند تا قسمت هایی هستن که در مخصوصا در کتاب مکاشفه طور سمبولیک نوشته شده یا در مورد مثلا آبی هست از, 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 از این تخت خدا اونجا جاری میشه میتونه آب باشه میتونه همینطور سمبول یه چیزی دیگه باشه فقط میخوام اینطوری متوجه بشین که این چیزایی که الان هست برای بیشتر اکثریت از این معلمان کتاب مقدس به اون نتیجه رسیدن این تفسیر رو کردن به این خاطر من خودم چیزایی که الان نجا خودم میگم به این چیز من خودم باور دارم اگر نه از هیچ موقع دیگه موعظه این کلام رو موعظه نمیتونستم انجام بدم الان کیا هستن که کی کجا زندگی میکنه ما به اعتمال زیاد دفعه دیگه که صحبت خواهم کرد در مورد آدمایی صحبت خواهم کرد که در این دنیای جدید زندگی خواهند کرد فقط الان میخوام امروز بیشتر تمرکزمون به اورشلیم اورشلیم سماوی نگاه کنیم در عبرانیان باب 12 آیه 22 تا 24 اونجا یک قسمتی اونجا گفته شده و اینجا میگه که بلکه به کوه سیون نزدیک آمده اید به اورشلیم آسمونی که شهر خدای زنده است اینجا توضیح داده میشه به جمع شادمانان هزاران هزار فرشته آمده اید به کلیسای نخستادگانی که نام, های ایشان در آسمون نوشته شده است به خدا نزدیک شدید به خدایی که داور همه آدمیام هم هست و به روحهای های پارسایی که کامل شده اند و به عیسی که واسطه عهد جدید است و به خون پادشاهی خون پاشیده ای که نیکو نیکوتر از خون حابیل سخن میگوید پس اینجا میبینیم که این شهر رو اینطوری توضیح میده میگه که آمدین الان جلوی در کوه سعیو میگه اورشلیم سماوی و همینطور هم شهر خدای زنده و ساکنان این شهر کیا هستن میگه که هزاران هزار فرشته هایی هستن که اونجا جلو خداوند اونجا سجده میکنن و اونجا همینطور که اینجا س... اونجا توضیح میده که جمعی... جمعی شادمانان هزاران هزاران فرشته آمدیم اینجا الان پولس اونجا به به ایماندارها صحبت میکنه زمانی که حضور خدا رو جستجو میکنیم میایم جلوی چه تختی ما ایستادیم ما آمدیم به کوه صهیون سعیون جایی هست که عیسی مسیح اونجا حکومت میکنه و همینطور هم میبینیم که به دومی قسمت یعنی اولین قسمت این بود که هزاران فرشته ها بودن دومی قسمت میبینیم که نخستودگان کلیسا کسانی که تولد تازه رو به دست آوردن و معمولا اونجا نخستودگان کسانی هستن که اونجا توی عتیق می بینیم که میراث دوگانه رو به دست میارن یا میتونم میتونم بگم رئیس خودشون رئیس خانواده هستن یا رئیس میگن درسته یا رهبر خانواده و آنهایی صاحب تاج و تخت و دولت خواهد می بود اگر از یه خانواده پادشاهی به دنیا آمدن مثل داوود بود نخست ساده الان در داوود ناخست الان سلیمان نبود معمولا باید اول فکر میکنم روبن بود که به دنیا آمد فقط معمولا اینطوری بود که نخست سادگان الان در این دنیا هم هستن که اونا هستن که از خانواده پادشاهی که میان اونجا سلطنت میکنن و بعد از این میگه سومین قسمت در خدایی که داور همه آدمیان هست که همینطور که الان خوندیم جلوی خدای آمدیم که اینجا میگه که اینا مسکن خدا با آدمیان و او با آنها ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خدای خود و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود جلوی این خدای آفریننده آمدیم و یک روز در این اورشلیم سماوی اونجاست که خدا را خواهیم دید و همینطور هم قسمت چهار رو میبینیم که روحای پارسا پارسای پارسایان که کامل شده اند یعنی این افرادی هستند که در این دنیا زندگی میکردن و الان کامل شدن مثل الان مثال میگم پولوس و افرادی سیگه که خدا رو پیروی کردن روهای ایشان نجات پیدا کرده فقط هنوز این بدنهای میگن رستاخیز نه هنوز هنوز کلام خدا میگه که زمانی که عیسی مسیح برمیگرده بعد از این هست که ما اینجا تمام ایماندارایی که الان در آسمون هستن اونجا با بدنهای تازه مثل عیسی مسیح که از مردگان برخواسته اونجا دیگه قیام خواهم کرد اینو در قرنتیا میبینیم که در اول قرنتیا باب 15 آیه 23 اینجا میگه اما هر کسی به نوبه خود نخست, نخست مسیح که نوبر بود که از مردگان برخواسته و بعد به هنگامی آمدن او آنایی که اول قرینتی ها اینجا چیز کردم فکر میکنم نوشته شده اینجا اینجا در موردش تو توضیح میده در مورد الان که زمانی که ما بدنهای جدیدی به دست خواهیم آه، آه، به دست آورد همینطور که عیسی مسیح از مردگان برخواسته دیگه بدنش فرق کرد از این بدن قبلیش و اینجا میگه که اما هر کسی به نوبه خود نخست مسیح که نوبر بود و بعد به هنگامی آمدن او آنایی که متعلق به و اند. زمان کرنا یا زمان کرانا یا شیپور آخر نواخته شده مردگان در فساد ناپذیری بر خواهند خواست و ما دگرگونه دیگرگون خواهیم شد تقریبا اینطوری بگم یکم اشتباه خوندم زمانی که این شیپور آخر این کرنه آخر در آسمون اونجا چیز بشه نواخته بشه اینجاست که میگه که تمام مردگان مردگان در مسیح اونجا بدنهای جدید خواهیم گرفت به این خاطر اینجا که توضیح توضیح داده که, که گفته که روحهای پارسا، پارسایی که کامل شدن اینا الان کامل هستن فقط هنوز این بدنای آسمونی رو هنوز به دست نآوردم بعد از این اینجا میگه که زمانی که این شیپور یا کرنای آخر اونجا نواخته بشه اون موقع هست که ما بدنهای جدید اونجا خواهیم گرفت بعد از این قسمت پنجم میبینیم که در هفته گذشته در مورد صحبت کردم اورشلیم اونجا دروازه هایی داشت و روی دروازه ها همینطور اسمای این دوازده تا قبیله اسرائیل اونجا نوشته بود پس ایماندارهایی بودن ایماندارهایی هستن که در عط عتیق با خدا زندگی کردن اونجا در این اورشلیم سماوی اونجا ساکن خواهند بود و همینطور هم ایسای مسیح که میگه که اونجا دیگه تخت اوست اونجا خودش حکومت خواهد کرد و زمانی که این چیزها را که نگاه میکنیم تقریبا میتونیم بگیم که الان اینجا پولوس که اینجا توضیح داده میشه چه مکانی است، چه جایی هست اورشلیم که اونجا ما اونجا حکومت خواهیم کرد و عیسی ابدیت رو اون موقع با عروس خود در این شهر تقسیم خواهد کرد افرادی هستن که میتونم بگم دیگه تقدیش شده پاک شده به حضور خداوند خواهند ایستاد و اونجا با عیسا در این شهر اونجا حکومت خواهند کرد چرا عیسی مسیح چرا کتاب مقدس اینقدر زیاد در مورد آسمون در مورد جزئیات هم همینطور نوشته نوشته شده چون خدا دوست داره عزیزان فرزندان خودش بدونن که در آخر آخر زندگیمون کجا خواهیم رفت مکان خودمون رو باید بدونیم یک مکانی هست که ما ارث خواهیم ارز خواهیم برد یه مکانی نیست خونه ای نیست که خداوند آماده میکنه که اونجا باید کرایه بدی بلکه کلام خدا میگه که ما وارثین پادشاهی خدا میشیم میدونستین نمیدونم شما چقدر برای شما مهمه در رومیان باب هشت تا هیفده میگه که اگر فرزندانیم پس وارثان نیز هستیم یعنی وارثان خدا و هم ارث با عیسی زیرا اگر در رنج های مسیح شریک باشیم در جلال او نیز شریک خواهیم شد و اگر فرزندانیم پس وارثان هستیم یعنی وارثان کی وارثان خدا هم ارث با عیسی یعنی هر چیزی که مال عیسی است مال تو خواهد شد ساکنان اورشلیم این اگه بگم مقام رو خواهند داشت به این خاطر میگم که عیسی مسیح زمانی که این توضیحات رو به ما میبخشه فقط و فقط بدونه که یعنی ما بدونیم آینده ما کجاست یک روز من چه چیزی ارث میبرم خیلی ها هستن که هیچ اطلاع درستی از ابدیت ندارن فکر میکنن یه جایی اونجا یه جایی هست اونجا فقط میپرن از یه جایی به یه جایی نه اونجا همینطور که در این دنیا یک دنیایی هست و خدمتهایی هست کارهایی هست که ما میکنیم در این ابدیت هم اینطوری خواهد بود که یک دنیای جدید با افرادی که زندگی میکنن و همینطور هم یک اورشلیم که خانه خداست یا اینجا توضیح میده که که عروس خداست اونجا نازل میشه تقریبا مثل اینکه که یک چی می چطور میگم مثل یه عکسایی هست که خداوند به ما میبخشه عکسایی که مثلا به تو میبخشی میبگه میخوام به تو الان این عکسای آینده تو خانه آینده تو به تو نشون بدم یه عکسایی هست که نگاه میکنی پرشکوه اتاقای خونه تو قصر خودت رو نگاه میکنی لذت میبری و میگی که یک روز اینو به دست خواهم گرفت خداوند یک آلبومی یه آلبوم عکس ها هستن باز میکنی نگاه میکنی تمام توضیحاتی که عیسی مسیح اینجا در مکاشفه داده باز میکنی و نگاه میکنی اونجاست که مخصوصا که ما خدا رو خدمت میکنیم و میدونیم که این عرقی که ما میریزیم این دردی که میکشیم این تهمت تهمت هایی که ما میشنویم مسخرهایی هایی که میشنویم یک روز نه فقط تمام خواهد شد بلکه آلبوم رو باز میکنم خونه خودم رو میبینم یک معمور نفس ساخته یک انسان نساخته، ساخته خدا ساخته نگاه میکنم میگم بابای من این خونه رو برای من ساخته و من ارث خواهم برد مال من خواهد بود هیچ ظلمی نخواهد بود هیچ دوزی نبود نخواهد بود هیچ چیزی نخواهد بود که بتونم بترسم چون چیزهای اولین چیزهایی که تجربه هایی که در این دنیا کردیم رفت دیگه نیست همه چی تازه هست واقعا عزیزان زمانی که بیشتر با این ابدیت شروع میکنین میتونم میحال حال کردن باور کردن و وارد بشی من چند مدتی از فقط هی رویا, رویا،, رویا خودمه یعنی تو نه از خدا به من رویای میده من میرم تو و شروع میکنم ببینم این آبهایی که صحبت میکنی نوری که صحبت میکنی نور چطور خواهد بود و اصلا خورشید به در ابدیت خواهد بود فقط ما یک, یک خدایی داریم خودش نوره از این تششو، تشش... های نور او که توش میتونم تصور کنم حیاته یعنی من در لذت زندگی میکنم یه نوری نیست نور معمولی نیست این یعنی خورشیدی که در این دنیا میبینیم خورشیدی هست که خدا خلق کرده فقط ما جلوی کسی خواهی ایستاد که خودش نوره طبیعیه هیچ چیزی منفی توش نیست خدا نوره و هیچ ظلمتی درونش نیست نوری نیست که تو رو آسیب بده الان بری تو آفریقا اونجا دیگه فرار میکنی از این آفتاب و یه نوری خواهد بود که لذت خواهی برد یعنی توی نور خود خدا خود قرار میگیره قرار هست توشه نمیتونم توضیح بدم و زمانی که میرم توش رو میکنم واقعا در مورد آسمون در مورد اون خدا صحبت میکنم برای من شهر اونقدر مهم نیست مهم اینه که در این شهر خداست اینه که به من حیات میده و زمانی که این اکسارو رو این آلبوم رو باز میکنم قسمت به قسمت نگاه میکنم میگم یک روز اینو من ارث خواهم برد و برای این خوشحال هستم هر عرقی که اینجا میریزم هر دردی که اینجا میریزم میدونم یک روز تمام خواهد شد و من مطمئن, مطمئن هستم عزیزان اگه یک کسی از ما دو ثانیه تو اورشلیم سماوی باشه و خداوند میگه که ببین عزیزم دوباره باید برگردی دنیا این برای تو مثل یک لعنتی میشه گوش میکنه. مثل یه لعنت میشی برگشته از اورشلیم به دنیا و افرادی هم هستن که زمانی که در مورد ابدیات صحبت میکنن اصلا دوست ندارن عیسی هم از زودی میاد نه 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 یاد نه یاد الان من میخوام زندگی خودم رو اینجا انجام بدم میتونم میخوام الان الان زندگی شخصی خودم ازدواج کنم نه هزار تا کارایی بکنم نه به یه جای مکانی برسم میگم اوکی باشه فقط هنوز هنوز متوجه نشدی که چه جلالی منتظر توست ما چون اطلاعی نداریم هیچ تصویری نداریم و با ایشان مشغول نشدیم به این خاطر وابسته به این دنیا هستیم سعی میکنیم از اینجا چیزایی به دست بیاریم که ما رو ارضا کنه شما قول میدم و دعای من اینه که واقعا زمانی که این موعظه هایی که میشنم خودتون برین تو این قسمت ها شروع کنید به فکر کردن دعا کردن خدا من بیا خودتون نشون بده چیزایی به من نشون بده بخونی و شروع کنی خدا به تو نشون میده چون چون میخواد یه شادی در تو به وجود بیاد شادی برای ابدیت به این خاطر خدا همین چیزها رو همه چی رو نوشته که ما واقعا با شادی به آیندهمون نگاه کنیم آمین هنوز با این خدای عالی آشنا نشدیم هنوز نمیدونیم چه خدای محبته همه چی آماده کرده که بتونیم با این محبت یک بشیم این میشه حیات این میشه زندگی کردن و یه قسمتی هست که الان میخوایم وارد بشیم چون قسمت هایی هست که شرط هایی هست در مکاشفه باب 21 آیه 6 تا 7 اینجا میگه که تمام شد من الف و یا و ابتدا و انتها هستم من به هر که تشنه باشد از چشمه آب حیات مفت خواهم داد و هر که غالب آید هر که غالب آید وارث همه چیزها خواهد شد و او را خدا خواهم خدای خود خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود پس اینجا میبینیم عزیزان یک شرطی هست اونجا کسی میگه من تمام شد من الف و یا هستم الفا و اومگا هستم ابتدا و انتها هستم و اونجا هم ادامه میده میگه هر که تشنه از بیاد همینطور که به زن سامری گفت من به او این حیات این آب حیات رو خواهم داد و بعد از این میگه هر که غالب آید وارث همه چیز خواهد بود همینطور در مکاشفه باب 22 آیه 13 و 14 صحبت میکنه من الف و یا دوباره میگه من ابتدا و انتها و اول و آخر هستم اینجا میخواد نشون بده ببین من هستم پادشاه پادشاه و رب بلرباب اینطوری که خودشم معرفی می خوش به حال آنانی که رخت های خود را میشویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازه های شهر ترایند زیرا که سگان و اینجا الان صحبت میکنه افرادی ناپاک و هیچ چیزی که در این دنیایی و شیطانی خودخواهی اونجا نخواهد آمد پس اینجا میبینیم که یک شرطی هست میگه خوش به حال آنانی که رختهای خود را لباسهای خودش رو پاک نگه داشتن یا و تا بر بر درخت حیات اقتدار یابند و اونجا هفته گذشته من در مورد صحبت کردم دفعه دیگه صحبت خواهم کرد این درخت های حیاتی اونجا هستن یه رودخونه هست از این تخت خداوند اونجا میاد و اینجا میگه که اونجا اقتدار دارن از این درخت بخونن و درواز و به دروازه ها شهر وارد بشن به این خاطر عزیزان زمانی که عیسی مسیح در مکاشفه این تمام زیبایی اون شهر رو زیبایی این دنیا رو توضیح میده و به ما هم بگه که ببین کیا میتونن وارد بشن کیا میتونن در این اورشلیم سماوی که شهر خداست اونجا ساکن بشن و جالبش اینه که زمانی که نگاه میکنیم مکاشفه باب دو و سه رو نگاه میکنیم و همینطورم آخرین باب کتاب مقدز از 21 22 می‌بینیم میبینیم که چقدر با همدیگه یک و... چیزی دارن چی میگن یک, یک رابطه‌ای اونجا هست چون اینجا در باب دو و سه خدا عیسی مسیح که خودش هم اونجا صحبت میکنه، معرفی میکنه من الف و یا هستم و بعد از این میگه که یوحنا ها نامه هایی بنویس برای این تا کلیساها کلیساهایی هستن که افسوس بود، سمیرنا بود، پرگامون بود و اونجا نگاه میکنیم میبینیم که نوشته در مکاشفه باب دو آیه شیش میگه هر که غالب باید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس یا میتونم بگم اورشلیم خدا هست بخورد هر که غالب باید میتونه وارد این شهر بشه و از این درخت حیات بخوره برای س... کلیسای سمیرنا میگه هر که غالب آید از موت سانی زرر نخواهد یافت و به کلیسای پرگامون اینجا می, نوشه... می نویسه آن که غالب آید از سنگ مخفی به وی خواهم داد و سنگ سفید به او خواهم بخشید که برای آن سنگ،, سنگ, اسم جدید مرحوم هست که احادی آن را نمی دواند جز آن که را یافته باشد اینجا میگه که یک سنگ مخفی از ببخشین از من مخفی اینجا به وی خواهم داد اگه یادتون باشه این قسمتی بود که در و 26 اینجا به میتونم لوقا هم اونجا نوشته شده میگه که زمانی که در مورد این خادمین خودش صحبت میکنه میگه که زمانی که این فرزندان یا ایمانداران خدمت خودشون اراده خدا رو انجام میدن و میگه که و خداوند جای عیسی مسیح میگه من بیام و یک پیشبند میگن چی میگن میبندم و و همینطورم به این افرادی که وفادار منو خدمت کردم بهشان این غذا رو خواهم داد یا جایی هست که در مکاشفه همه میتونه نوشته میگه که من جلوی در در قلبت ایستادم و میکوبم هر کسی باز کنه و میرم اونجا این شام خداوند رو با اون میخورم من مخفی اونجاست که خداست که میاد اونجا این پذیرایی میکنه و این غذای آسمون روی میبخشه و یه نان مخفیه ما میدونیم یه منی هست که خود اسرائیل زمان چیز زمان این بیابونی که بودن دریافت کردن فقط الان خداوند میگه یک معنی از یک غذایی هست که من خواهم آمد و به شما, شما رو پذیرایی خواهم کرد به شما خواهم داد و سنگ سفید سنگ سفید نشانه اقتدار یا سنگ سفید نشانه پیروزی هست در زمان دوران باستان اینطوری بود که یک کسانی که برنده میشد اونجا یه سنگ سفید میدادن اسمش رو مینوشتن و با این سنگ سفید هر جایی که میخواست میتونه وارد بشه یک اختداری بود که به دست می آورد یا همینطور هم یک یک اه، چیز اه، یک میزبان که میخواد یک شخص خیلی به خصوصی رو دعوت کنه برای جشن اونجا یه سنگ سفید بود اسمش رو نویسه و میفرسه که اونو دعوت میکنه که واقعا یک،, یک, کسی از که یک،, یک،, مقامی داره که بتونه بیا تو این جشن شرکت کنه تقریبا همینطور مثل سنگ سفیده که خداوند به ما میبخشه و اسم تو اونجا نوشته شده که دعوت میکنه که به خانه خودش به اورشلیم و یک اقتدار اقتداری هست که تقریبا مثل شاه کلیدی هر جایی که دوست داری میتونی بری نشانه پیروزی هست و اونجا میگه که اسمی به تو خواهم داد که هیچ کسی نمیدونه جز از تو یه چیزی هست که مثل سمیمیت بین تو و عیسی مسیح فقط قبل از این میگه که هر کی غالب آید همینطورم کلیسای تیاتریا اونجا میگه که هر کی غالب آید و اعمال اعمال من رو تا انجام تا انجام نگه دارد او را بر امت او را بر امت ها قدرت خواهم بخشید تا ایشان را به عصای آهنی حکم حکمرانی کند و مثل کوزه های کوزه کوزگر خواهند شد چنان که من نیز از پدر پدر خود یافتم و به او ستاره صبح را خواهم بخشید آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چی میگوید اینجا هم دوباره میگه که هر که غالب آید همینطور هم به کلیسای ساردس هم میگه که هر که غالب آید به جامعه سفید ملبس خواهد شد و اسم او رو از دفتر حیات معف نخواهم ساخت بلکه به نام وی در حضور پدرم و فرشتگان او اقرار خواهم نمود هر کس غلبه یابد کلیسای فیلادلفیا میگم این هفت تا کلیسای دو با هر موقع میگه هر که قاله باید یه دعوتی است که وارد اورشلیم بشن هر که قاله باید فیلادلفیا او رو در هیکل خدای خود ستونی خواهم ساخت هر که قاله باید این در مورد تمام وقت در مورد اورشلیم صحبت میکنه خانه خدا صحبت میکنه ستونی خواهم ساخت و دیگه هرگز بیرون نخواهد رفت و نام خدای خود را و نام شهر خدای خود یعنی اورشلیم جدید را که اسم آسمونی از جانب خدا من نازل می شود و نام جدید جدید خود را به وی خواهم نوشت چه چیزایی هست که خداوند به ما می بخشه چه اختداری چه احترامی خداوند به ما می بخشه برای کسانی که غالب یافتن غالب آمدن چه افتخاری بزرگیه اینجا فقط نیست که باشو و که بیا تو یه ستونی میسازه نام شهر خداوند روی ما نمیدونم الان چطوره توضیحش نمیدونم چیه فقط میخوام بگم یه احترام مخصوصی خداوند به ما میزه چون میدونه در این دنیا چه زحمتی چه دردی کشیدیم چقدر توهین شدیم خیلی هستن که شهید شدن به خاطر عیسی مسیح خیلی هستین که از کشور خودمون جانش رو دادن که ملکوت خدا رو بیارن الان به این خاطر عیسی مسیح میگه که من همون پیشبند پیشبند رو میبندم و شروع میکنم خدمت کردن یعنی خدا این پادشاه جلال میاد بهش تو خدمت میکنه میگه که افتخار میکنم احترام به تو میذارم نام خودم رو به تو می بخشم و نام جدید رو میذارم و نام اورشلیم رو اونجا رو به تو می نویسم اونقدر خداوند ما رو ارزش ارزش میده تمام درد و ناراحتی هر بی احترامی در این دنیا شدی مف میشه این خدا خداست احترام میذاره نه انسان برای کلیسای لاودسی اینجا میگه که آنکه غالب آید این را به وی خواهم داد که بر تخت تخت من با من بشنیند چنان که من غالب یافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چی میگویند به هفت تا کلیسا میگه که هر کسی گوش داره که به بشنوه یه چیزی فوق العاده عالی آماده کردم نه چش دیده نه گوش از چیزایی که خدا من آماده کرده الان که جمع کنیم از درخت حیات از موت سانی ضرر نخواهیم یافت من مخفی میگه و سنگ سفید به ما میده اسم جدید بر امت ها قدرت میده که حکومت کنیم ستاره صبح را به ما میبخشد به جامعه سفید ما را میپوشوند و نام وی را در, در حضور پدر و فرشتگان او نام ما را اقرار خواهد نمود یعنی تعریف خواهد کرد خداوند و ستونی خواهد ساخت از ما نام خداوند خود را خواهد نوشت نام شهر خدای خود یعنی اورشلیم جدید را خواهد نوشت نام جدید خود را بر وی، بر ما خواهد نوشت بر تخت ما میشینیم و سلطنت میکنیم عزیزان این آینده ماست کسانی که غلبه یافتند به این خاطر عیسی مسیح در زمانی که در این دنیا بود دائما اختار میکرد دائما نصیحت میکرد دائما هوشیاری به ما میبخشید چون او میدونست چه چیزی آماده کرده برای ما بی خودی نیست که عیسی مسیح در این دخ... مثال ده تا باکره رو به ما میدیه ده تا پنج تا نادان بودن پنج تا دانا بود اینایی که دانا بودن توی زندگی خودشون این چراغدون های خودشون زندگی خودشون قلب خودشون آماده کرده بودن روح قدس رو دریافت کرده بودن اینا زیادتر کرده بودن خدمت میکردن روغن داشتن و زمانی که این شیپور آمد داماد آمد گفته خوشحال وارد این اورشلیم جدید بشین اورشلیم جدید چیه؟ عروس خدا ما که و اورشلیم رو جدیدی دیدیم که از آسمون نازل شده مثل یک عروس برای دامادش اورشلیم جدید همون عروس خداست و زمانی که اونایی آمدن که نادان بودن خود عیسی مسیح چی گفت؟ دور شوین از من من شما رو نمیشناسم امکاناتی زیادی به شما داده بودم روی این دنیا غلبه بیابین فچمو نخواستین هر چقدر فرزندان خدا بودن هر چقدر اسمش هم در درخت حیات درخت دفتر حیات نوشته شده فقط غلبه نیافتاده بودن زندگی خودشون یعنی ملکوت خودشون در این دنیا ساختن یادتون هست همینطورم هم که گفته که خیلی در زمان آخر خواهن آمد گفته که ای خداوند ای خداوند برای تو این کارو کردیم نمیدونم دیوار رو اخراج کردیم شفا دادیم این کارو کردیم عیسی مسیح چی میگه بهشان دور شوین از من من شما رو نمیشناسم هر کاری که کردین برای خودتون کردین شما ملکوت خودتون ساختین شما از تمام کارهایی که فقط یا میتونم بگم فقط دنبال خدمت خودتون بودین در مورد مورد جلال خودتون بودین به کلیسای اون چی گفت گفته که من اعمال تو رو میبینم هزار تا کارایی میکنی فقط محبت نخستادین رو تو چیز کردی فراموش کردی انگیزه ما باید درست باشه برای چی عیسی مسیح رو میخوایم پیروی کنیم به این خاطر عیسی مسیح همینطور در متی باب 22 اونجا در مسئله جشن عروسی میگه برو عروسی یعنی اورشلیم آماده هست جشن آماده هست الان داماد آماده هست الان میخوایم عروس رو الان دعوت کنیم برین و الان همه رو جمع کنیم بیایم بعد دعوت شدگان رو دعوت کنین الان آماده هست و اینجا میبینید ولی ایشان بی, احت... بی ات نبوده راه خود را گرفتن یکی به مزرعه خود یک دیگه به تجارت خود یک کسی دیگه گفته من باید عروسی کنم یک کسی دیگه همه بهانه هایی داشتن دنبال زندگی خودشون باشن مودن به این خاطر خودم این گفت عرو... عروسی آماده بود فقط دعوت شدگان بی احترامی کردن اونا افرادی نیستن که غالب آیند همینطور در متا باب پنج ایجاد خوش رو صحبت میکنه خوش حلیمان زیرا ایشان ایشان چی؟ زمین چی؟ زمین خواهن چی؟ وارث زمین خواهند شد اونا هستن که ارث میبرن خوش به حال پاک دلان. که خدا رو خواهند دید میدونین عزیزان عیسی مسیح آمد رفته روی صلیب خونش رو ریخت روی خودش رو فرستاد که تو رو پاکدل کنه که یک روز خدا رو ببینی گوش میکنین عزیزان خوش به حال پاکدلان که خدا رو خواهند دید و اینجا هم نوشته خوش به خوش به حال پاکدلان همین هم نوشته شده نه خوش به حال خوشحال خوش به حال صلح کنندگان نه اینجا خوش به حال زحمت کش این چیزایی نوشتم که جا نبود پس خوشحال باشید چون شما را فش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخنی بعدی به شما کازبان گویند خوش باشید و شادی, شادی عظیم نمای زیرا اجر شما در آسمون عظیم است پاداش شما عظیم است این پاداش همون اورشلیمه که اونجا ما حکومت خواهیم کرد ساکن خواهیم شد به ارث خواهیم برد نمیدم با این کلام همین رو میفهمی که من میفهمم هر کی غالب باید وارث همه چی خواهد شد پس از این یه شرطی هست اگه ما این پیام رو فهمیده باشیم پس باید بدونیم که اگه واقعا میخوای یک روز وارد این دروازه اورشلیم بشی باید بدونی که اگر در این دنیا طبق هم زندگی نکردیم اگر خودمون اینجا آماده نکردیم خوش به این کسانی که لباسهای خودش رو پاک نگه داشتن نمیتونیم وارد بشیم در این دنیای جدید هستیم که دفعه دیگه در مورد صحبت میکنم فقط اورشلیم شهر خداست اونجا نمیتونیم ساکن باشین شاید بتونین اینجا برای یه ویزیت بیاین سایت سینگ <applause> فقط ساکنان اورشلیم نخواهیم بود یه کسی که یاد نگرفته که در این دنیا در این خدمت خدا باشه عزیزان به این خاطر دائما ما سعی میکنیم به شما بگیم عزیزان اگه اینجا در این خانه خدا کلیسا یعنی بدن مسیح خانه خدا اگه ما اینجا خدمت نمی کنیم ما اینجا با وفاداری خودمون نشون نمیدیم اینجا بار کلیسا رو تحمل نمی کنیم و اینجا همینطور هم سخت هم وفادار میمونیم و اراده خدا رو انجام میدیم معنی من این نیست که بیانی رسوب تا شب کار کنیم قلب ما مهمه اگه ما اینجا در این دنیا بار خدا یا بار کلیسا رو ور نداریم پادشاهی خدا رو نسازیم بهش شما قول میدم یا کلام خدا میگه که هیچ موقع وارد اورشلیم نخواهیم شد چون اونجا توی اورشلیم اونجا نیست که ما اینجا وارد میشیم اونجا صبح تا شب میشینیم در اونجاست که خدا رو خدمت خواهیم کرد در اورشلیم از اورشلیمه که تمام این برکت ها وارد دنیا دنیا جدید میشن اونجاست که ما حکومت خواهیم کرد فقط اگر ما در این دنیا دنبال زندگی خودمون باشیم ملکوت خودمون رو بسازیم خواستای خودمون رو فقط بخوایم انجام بدیم نجات یافتیم فقط وارد اورشلیم نخواهیم شد وارد اورشلیم کسانی هستن که واقعا بها رو پرداخت میکنن زحمت رو میکشن سمره نمیبینن افراد زیادی شهید میشن و هیچ چیزی نمیبینن مثل شتفانوس زمانی که اونجا سنگسارش کردن میگه که آسمون رو باز دیدم عیسی مسیح در دست راست پدر ایستاده بود و این تاج تاج حیات در دستش اون بحر رو پرداخت کرد منظوری نیست که الان در این دنیا باید شهید بشیم شاید در این زمانهایی هستیم که باید هم اتفاقات بیفته فقط مهم اینه که عزیزان ما باید طوری زندگی کنیم الان در این دنیا طوری زندگی کنیم مثل اینکه در اورشلیم سماوی هستیم گوش میکنید اونجا هیچ چیزی بدی وجود نداره خودمون رو پاک نگه داریم فکرایمون رو پاک نگه داریم خوش صلح کنندگان که ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد هیچ بین، هیچ چیزی بین ما و برادران نباید به وجود بیا، بیاد یا ترخی یا چیز صلح کننده هستیم برین دوباره این خوش را رو بخونین که, ادا، اه، اه، که ادالت رو جستجو میکنن یعنی واقعا میخواین عدالت خدا کلام خدا در, در این دنیا در این مخصوصا کلیسا زندگی کرده بشه عدالت خدا دنبال این هستین عیسی مسیحی گفته که عدالت خدا و, و پادشاهی خدا رو بجوید هر چیزی که احتیاج داره به شما داده خواهد شد این توضیحاتی که دادم در مورد اورشلیم واقعا یه چیزهای فوق العاده عالی زیباست عزیزان از دستمون ندیم خدا میخواد تو رو هم ارث با عیسی بکنه به شرطی که ما غالب آییم روی زندگی خودمون روی گناههای خودمون خودمون رو پاک نگه داریم و در خدمت خدا باشیم پادشاهی در این آسمون در اورشلیم از اینجا شروع میشه عزیزان به این خاطر بعضی وقت با نسرین سعی میکنیم به شما بگیم عزیزان بیاین اینجا مشغول کار خدا بشین مسئولیت کلیسا رو وردارین بی تفاوت نباشین به ضرر شما تمام خواهد شد بی تفاوتی برای خانه خدا اینه که بی برای اورشلیم به این خاطر دعا کنیم عزیزان دعا کنیم این کلام نمیخوام باعث غم باشه بلکه این کلام دوست دارم واقعا یک شادی در همه ما به وجود بیار بیاد و میتونیم توبه کنیم بازگشت کنیم و میگیم خودم من میخوام زندگی خودم رو درست کنم من میخوام واقعا یک روز نه جلوی در تو بیستم و میگه که برو من تو رو نمیشناسم بلکه میخوام همینطور که الان گفتی با خوشحالی منو بپذیری و همینطورم اینطوری که احترام بذاری به این خاطر خدا من به من کمک کن روی القدس تو به من کمک کن چطور باید زندگی کنم چه مسئولیتی باید بردارم چقدر باید بار کلیسا رو بردارم و همینطورم برای کلا برای کار خداوند در این جهان کمک هم کن روح قدست عزیزان اینجاست که به تو کمک کنه. خدا میخواد یک شادی جدید در تو به وجود بیاره. آینده تو آماده هست مکان دوست و سکونت تو آماده هست خدا خودش همه چی رو آماده کرده از دست نده. یه چیزی فوق عالی منتظر ماست. به این خاطر دعا کنیم که چشم میتونیم ببندیم و <تصال> نمیدونم چقدر این کلام با قلبتون صحبت کرده و کجا قرار گرفتین آیا دنبال این هستین که در این دنیا پادشاهی خودت بسازین یا آیا واقعا قلب برای کار خدا دارین آیا واقعا دنبال این هستیم که خودتو تبدیل کنی به شباهت خدا خود دوستیت اینجا میگی که خود دوستیت رو جستجو کنین که بدون اون هیچ کسی نمیتونه خدا رو ببینه خداوند مرسی که امروزه میخوایی به ما یه هوشیاری بدی خداوند که واقعا ببینیم که چه چیزی عالی فوق العاده زیبا تو برای ما آماده کردی خدا من دوست داری ما در این دنیا واقعا در شادی به آینده نگاه کنیم دوست داری خداوند میدونم در باقی زندگیمون در این دنیا واقعا در شادی و در پرستش باشیم برای هر چیز تو رو شکر کنیم برای این آینده برای این چیزای زیبایی که تو برای ما فراهم کردی تو دوست داری خداوند یک تفاوتی باشه بین ما و دنیا تو دوست داری خداوند هر خدمتی میکنیم خداوند هر چقدر به ما همینطور که خوندی بی احترامی میکنین میکنم به ما خداوند اونجا میگه خوشحال باشید شاد باشین، وچ کنین. که به شما بی احترامی میکنن چون یک عجری یک پاداشی منتظرش ماست مرسی خداوند که ما رو تشویق میکنی بنا میکنی خداوند و میخوایم ما خداوند در این قسمت ها خداوند یک نمونه باشیم یک الگویی در این دنیا باشیم و کمک کن روح که ما مشغول چیزهای دنیایی نباشیم خداوند مشغولی نباشیم که چی بخوریم چی بنوشیم چطور با این دنیا یک بشیم چطور خداوند میدونم که شیطان هم اینجا دام های خودش رو گذاشته که اونجا توی دام بیفتیم کمک کن روح که خداوند ما قلب ما وابسته به اینجا نشه به این دنیا نشه هرچقدر در این دنیا هستیم و دعا میکنم خداوند روح القدس خواهش میکنم از طریق خواب از طریق رویا به تک تک ما افرادیم که نگاه میکنم واقعا این این تصویرهای آسمونی خانه های آسمونی به ما خداوند ببخشی خداوند که دست برداریم از این دنیا و قلبمون در این دنیا نبندیم ممنون هستیم خداوند میدونم که با فیض تو ما رو هدایت خواهی کرد میخوام جلال به تو بدم خداوند چه خدای زیبایی خدای عالی هستی خداوند مرسی بابا مرسی که شعری آماده کردی خودت آماده کردی خداوند خودت ساختی خداوند خونه های برای تک تک ما ساختی چقدر زیبا و پرشکوه خواهد بود ویلاهایی که خداوند نمیتونیم ازتون تصور کنیم مرسی پدر جان و مرسی خداوند که میتونی نه فقط اینو به ما قرض بدی بلکه میخوای ما وارثین وارثین و هم ارث عیسی مسیح باشیم شکرت میکنیم خداوند یه لحظه همین تو در حضور رو خداوند اگه خدا با تو صحبت کرده اگه واقعا میبینی که کنار کشیدی بی, بی تفاوت هستی نسبت به کلیسای خودت بی تفاوت هستی قلب برای کلیسا نداری روح خدا اینجاست به تو کمک کنه میتونی بگی خداوند بیا بیا دوباره روشن کن در قلب من بیا خداوند هللویا خداوند ممنون هستیم هم مرسی خودم هم که دعای ما رو شنیدی و همینطورم این هفتم مطمئن هستم با ما صحبت خواهی کرد چون همه رو در نام تو عیسی مسیح ما خواستیم و دعا کردیم آمین و آمین خدا به شما برکت بده و شما رو هدایت کنه در همه راه